به شهر لندن میریم برای آغاز گفتگو با آقای فرهاد زمانی آقای فرهاد زمانی به شما سلام میکنم و درود میفرستم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید درود میگم به شما بهنود جان خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردی مجددا به برنامه و باعث افتخار منه که در خدمت شما باشم امروز من سوال خیلی زیادی دارم ولی میخوام به سالهای گذشته برگردیم این علاقه شما به موسیقی از کجا شروع شد و چه انگیزه هایی داشتی؟ از کجا شروع کردی؟ علاقه من به از زمانی شروع شد که من یعنی در سن هفت سالگی یا سالگی بودم که برادر بزرگترم کامبیز گیتار یک شب در شب تابستانی بود که ما اون قدیما در تراس بود بالکن بود شب اونجا میخوابیدیم و زمانی شروع شد که شب اومده بود اونجا نشسته و گیتارش گرفته بود به دستش و شروع کرد به گیتار زدن و آهنگ بسیار ملایم زیبایی هم زد برای اون شب تابستون تو ذهن من همیشه باقی میمونه تا زمانی که زنده از اونجا علاقه من به موزیک زیاد شد یعنی حس کردم که من دوست دارم که خودم یه میوزیشن بشم و بتونم به همون زیبایی که بردارم میزنه این کار انجام بدم مثل که در خانواده شما همه علاقمند به موسیقی و هنر هستن غیر از برادر آیا کسی دیگه هست تو این زمینه فعال باشه؟ بله جناب رامین زمانی است که در لس آنجلس الان یکی از آهنگسازان بسیار بسیار نامدار هست بقیه فامیلم هستن دختره خود برادرم کامبیز هستن میزنن گیتار میزنن اکثرا گیتاریست شدن فقط به خاطر اینکه برادر بزرگم گیتاریست بوده و همه فالو اون کردیم اما داریم توی خانواده زیاد داریم او موقعی که شما تصمیم گرفتی دنبال هنر بری و به صورت جدی موسیقی کار کنی واکنش خانواده چه بود مشکلی با این موضوع نداشتن راحت پذیرفتن نه اصلا به خاطر اینکه خانواده من یک خانواده ای هستن اهل موسیقی و عرفان و شعر و اینا و خیلی هم خوشحال بودن از اینکه ما بر حال بیرون نمیریم با دوستای دیگه نمیریم و دنبال مسائل دیگه نمیریم که خیلی رایج بود اون موقع ها در سنین کودکی ما و به همین خاطر فکر کنم بیشتر راضی بودن که ما سالم تر زندگی بکنیم و دنبال موسیقی سالم تر باشیم اشاره کردی به علاقه ای که به ساز گیتار داری. کمی درباره اون دوره اولیه صحبت کن. از کجا شروع کردی؟ چه دوره‌های آموزشی رو پشت سر گذاشتی؟ جان من دوره آموزشی آنچنانی نداشتم. من فقط هر وقتی که برادر بزرگتر من گیتار میزد نگاه می‌کردم و وقتی از خونه بیرون میرفت من خیلی دزدکی گیتارشو ور می داشتم احیانا اگه سیمیم پاره میشد این وسط یه مقدار دلخوری هم پیش می اومد اما معلم هیچ وقت نداشتم تو زندگیم همیشه خودم سعی می کردم که خودم یاد بگیرم یعنی اون چیزی که روی دستای برادرم نگاه می کردم خودم سعی می کردم تمرین کنم تا جایی که فکر می کنم احساس کرد یه روز ناقافل منو رو دید اومد خونه و دید که من دارم گیتار میزنم یه لبکندی زد و, و احساس کرد که بله دزدکی هم میشه یاد گرفت گیتار رو اما به همین شکل بود به همین راحتی هیچ وقت معلم خاصی نشدم به کلاس خاصی هم نرفتم گذشته از این لحظه ای که شما توصیف کردی واکنش و برادر چی بود؟ یعنی در ادامه زیر نظر اون کار کردی چطور از تجربهش استفاده شد؟ زمانی که احساس کردم اون اوایل خیلی بد که دیدم دیگه اون دعوا و مرافع نیست و به حال اجازه ای هست که من گیتارش رو دست بزنم یواش یواش یه گیتار دیگه خودم تهیه کردم و باهاش صحبت کردم گاهگوداری وقتی میخواست بزنه منم گیتارم رو میآوردم کنارش میشستم بعد به من میگفت که مثلا این کوردو بگی ریتمش اینجوریه یا اگه اشتباهی میکردم مجددا به من میگفت که برو اینو تمرین کن بعدا بیا بعدها چون همیشه یه گیتاریست دوست داره که نواز... یه نوازنده دیگه کنارش باشه در با هم یعنی شروع بکنم به گیتار زدن و اونجوری لذتش بیشتر بود تا اینکه آدم بخواد خودش تنهایی بزنه برای همین همیشه تا اونجایی که من یادم میاد به من میگفتش که این کوردو بگی اون ریتم یاد بگی و میشستیم یواش یواش این باعث شد که من بتونم یه هماهنگی توی ریتم و ملودی و موزیک با برادرم یعنی در اصل میشه گفت یه معلم پارت تایم برای من بود به حال هر هنرجویی هر هنرآموزی در زمینه موسیقی یه سری الگوی خاصی مورد نظرش رو برای شما چطور بود آیا کار هنرمند یا گروه خاصی دنبال میکردی چه جذابیتی برات داشت صد درصد من خاطرم میاد زمانی که در سن 15 یا 16 سالگی بودم یک روز یک نواری رو یکی از دوستام داشت رفتم خونه یکی از دوستام دیدم داره گوش میکنه دیدم گیتاره گیتار خالی هم بود یه گیتار آهنگ موزیک خالی گیتار بود وقتی گوش کردم حس این آهنگ خیلی رو من تاثیر گذاشت یعنی خیلی تو قلبم کاملا نشست بعد که سوال کردم گفت این آهنگ مثلا آهنگ اسم آهنگ مثلا اینتردوس آگواس مابود بود مال پاکو یک نوازنده فوق العاده خوب اسپانیایی و همون اون باعث شد که من از اونجا آغاز پرواز خودم رو برای این موسیقی شروع کردم و دیگه موسیقی دیگه ای رو نمی بیشترین چیزی که اون حسی که داشت اون حالتی که گیتار نواخته شده بود و کاملا احساس رو می شد درک کرد از انگشتان و طرز زدن اون موسیقی و این باعث شد که من واقعا اصلا یه حالت دیگه شدم نسبت به موسیقی اسپانیایی یا همون فلامنکویی که خودمون میگیم توی معروف برخال همه جای دنیا اون سالایی که ازش صحبت میکنی قدر ماهواره و تلویزیون یا رادیو نبود یا به این صورت اینترنت فراگیر نبود که بشه کار هنرمندای بزرگ و مشهور رو گوش کرد در ایران چطور می‌رفتین دنبال این کارا و همین نوارا یا سی دی رو گوش میکردین؟ چقدر مشکل بود؟ خیلی مشکل بود من فکر میکنم زمانی که من در ایران زندگی میکردم ما بزرگترین مشکل موسیقی بود یعنی موسیقی اصلا نمیشد ادامه داد یعنی نمیتونستیم همش زیر زمینی بود همش در قفا بود هر وقت میخواستیم موسیقی رو بزنیم حالا چه با دوستان چه با برادرم یا هر کس دیگه همیشه مجبور بودیم صدا رو حد اقل, اقل پایین بیاریم و اصلا لذتی هم نمی بردیم. چون مثلا باید غرق موزیک بشه تا اونجایی که یعنی راحت باید باشه راحت بتونیم اون سازی که دلت میخواد بزنیم و هم همیشه ما مشکل داشتیم که اگه ای بشنوه یا صدا بیرون بره یا مشکلی اون پیش بیاد یا حتی اگه مثلا میخواستیم سی دی یا اون موقع که سی دی نبود ولی نوار بود اکثرا اگه میخواستیم نواری رو به دست بیاوریم باید حتما از طریق زیرزمینی بود از دوستا سوال میکردیم حالا اونایی دیگه از جاهای دیگه گیر میابردن میخریدن حال از مرز غیرقانونی موزیک وارد ایران میشد و ما از دوستان از اون طریق تهیه می کردیم اون چیزی که دوست داشتیم ولی در همون حد بسیار بسیار ابتدایی بود اونقدر نبود که دسترسی داشته باشیم به بهترین موسیقی های دنیا یه چیزی خیلی میومد، گاهی اوقات خوب بود گاهی اوقات تست ما نبود و حال در حد خیلی محدودی بود و خیلی هم مشکل داشتیم اون موقع چرا در اواخر دهه 80 میلادی به لندن رفته این سفر چه تأثیری رو کارت گذاشت یا به عبارتی چه اندوخته های تازه برات به همراه داشت والا به سفر دیگه نبود دیگه یک مهاجرت بود اما این مهاجرت من به انگلیس وقتی وارد اینجا شدم اون وقت آزادی رو وقتی دیدم آزادی یک میوزیشن حالا کاری نرم بقیه آزادی ها رو اصلا من بهش زیاد فکر نمی کنم فقط تو زمینه رشته کار خودم چون موسیقی بود وقتی آزادی رو میدیدم و می که مردم چقدر راحت در انگلیس در مدرسه میرن در کلاس میرن یاد می گیرن، هیچ مشکلی ندارن حتی دختر پسر کنار هم میشینن با هم موزیک میزنن هیچ وقت هم هیچ مشکلی پیش نمیاد نه از نظر صدایی مشکلی دارن نه از نظر ریلیشنشیپ اون روابط دوستانه خیلی همه چیز صمیمی و خوب بود و وقتی اینو دیدم احساس کردم که خب اینجا جایی که من باید دیگه حسابی اونجوری که دلم میخواد شروع بکنم به کار و اون چیزی که سالها بود همیشه در سینه من قایم شده بود احساس کردم که اینو باید اینجا پیدا کنم دیگه الان دیگه کسی به من حرفی نمیزنه نمیگه که چرا موزیک میزنی چرا صدا بلنده چرا مثلا اصلا دنبال موزیکی به هر حال مسافرت من و بهتر میشه گفت مهاجرت من به انگلیس آغاز زیبایی بود برای یاد گرفتن و ادامه دادن در رشته موسیقی حالا چه تحصیلش بود چه از نظر گروه درست کردن و ساز زدن و با دیگران خب دقیقا سالا چه کارهایی انجام میدادی؟ یعنی همین آزادی که شما توصیف کردی تا چه میزان کمک کرد به بیشرفت کارت و چه تجربیاتی تو زمین موسیقی داشتی؟ من وقتی اومدم به انگلیس خب اوایلش مشکلاتی که داشتیم مشکلات زبان انگلیسی داشتیم اینو هممون هم داشتیم خب کلاس زبان میرفتیم مشکل کاری داشتیم باید اونم به حال از نظر بودجه ما حتما باید خودمون رو تعمیم میکردیم خب کارم باید میکردم علاقه من خب کنارش بود و من این علاقه رو دلم میخواستش که یک جوری شکوفا بکنم مجبور بودم که برم تحصیل بکنم تحصیل کردنم خب یه مشکلات خودش داشت باید کالج میرفتیم باید زبان قوی بود هر حال اون او اوایل شروع کردم با خوانندگان و خواننده های لوکال اونایی که در لندن بودن رستورانایی که در لندن وجود داشت حالا چه ایرانی چه خارجی شروع کردم به عنوان یه میوزیشن کار هنری خودم اونجا شروع کردم که بعدها بیشتر با خاننده ایرانی آشنا شدم که از اون سپرستار هایی که از امریکا می اومدن و کنسرت داشتن در لندن از طریق دوستان به حال با این خوانندگان آشنا می شدم و شروع کارم روی استیج بود و رفتم اونجا کم کم مردم شناخ بده کردم و احساس کردم که خب دیگه الان دیگه موقعش که دیگه شروع بکنم اون چیزی که خودم دلم میخواد یه آغازی باشه برای کارهایی که خودم دوست دارم به این شکل بود یعنی در حقیقت من در طول سالهای مختلف که کارهای شما رو گوش کردم به نظر میاد که نوعی از موسیقی تلفیقی هست یعنی ترکیبی از موسیقی ایرانی جیپسی یا فلامنکو آیا این برداشت رو من درسته و اگر درسته چرا به سراغ این سبک رفتی چرا موسیقی تلفیقی حقیقتش من وقتی خب من وقتی اومدم اینجا اسیر موسیقی فلامنکو بودم یعنی به هر قیمتی که بود موسیقی اسپانیا رو خیلی دوست داشتم وقتی که با یکی از دوستان در... که موسیقی سنتی کار میکرد آشنا شدم اینجا و نوازنده بسیار خوبی بود در تار زدن وقتی دیدم دستگاه های ایرانی رو میزنه دیدم خیلی شباهت داره به موسیقی فلامینکو یعنی هر دو تایشون یه چیز عنوان میکنن و خیلی هم به هم نزدیکن مثل موسیقی راک و پاپ نبود که بیاد ما زیاد شباهتی توی موسیقی راک مثلا نمی‌بینیم با موسیقی سنتی خودمون ولی موسیقی سنتی اسپانیا که فلامیکو خیلی شباهت داره به موسیقی خود ما موسیقی سنتیمون و دیدم احساس کردم که اگه کامبینیشن این دوتا موسیقی با هم دیگه مخلوط بشه فکر می‌کنم چیز زیبایی بشه در بیاد از آب برای همین دلم می‌خواست همیشه مخلوطی از اون روح و موسیقی خودم که روح خودمون توش هست که موسیقی سنتیه و خیلی علاقه داریم بهش اونو با یک موسیقی که اصلا رابطه ای من هیچ وقت باش نشتم بتونم تلفیق بکنم و یک نوآوری جدید داشته باشم معمولا تو کارات از چه سازایی استفاده میکنی؟ همین موسیقی ترکیبی که برامون توضیح دادی از این المانها چه درصدی درش داره؟ چه سلیغهی تو ترکیب اونها داری؟ من فکر میکنم که بسیار زیبا میشه برای اینکه صدای ساز گیتار وقتی با ستار قاطی میشه یا با سنتور مخلوط میشه یا با فلوت یا با نی نی خیلی دوست دارم اینا وقتی با همدیگه مخلوط میشن یک ارتعاش زیبایی رو دارن یک گفتاری دارن برای نقش خودشون توی موسیقی و فکر میکنم بسیار من خودم شخصا از ستار و سنتور و ضرب که همون تنبک هست و نی خیلی دوست دارم استفاده کنم و یکی دو تا سازهای دیگه هست که ربطی به ساز ایرانی خودم نداره ولی باز یه شباهتهایی هم داره مثل دودوک یک سازه خیلی قدیمیه تقمن قدمتش میشه گفت سه هزار ساله که از ارمنستان اومده و من اینو استفاده کردم در یکی دو تا از آهنگام و بسیار بسیار زیبا هست خیلی دوست دارم به این شکل من میخوام مقداری موضوع برای شنونده های ما روشن باشه برای نمونه یک قطعه شما چگونه ساخته میشه همه این سازها چگونه حضور دارن یه مقدار راجع به این پروسه برامون توضیح بده آها متوجه شدم اه، این این سازا من فکر می کنم جوری باید با هم دیگه تلفیق بشن که جایگاه خودشونو داشته باشن یعنی من نمیتونم همه رو با هم بیارم موسیقی سنتی ما یه مقدار بینو جان اگه بیشتر دقت بکنیم اکثرا میبینیم که سازها همه با هم دیگه در یک زمان و یک چیزو میزنن یک چیز نواخته میشه مثلا سنتور و ستار و ویالون داره یک چیزو میزنه اما در این کاری که من دارم میکنم اکثرا البته موسیقی ایرانی اینجوریه همش نه ولی اکثرا تا اونجایی که من شنیدم اکثرا به این شکل استفاده میشه اما موسیقی که من شکل دادم سازماندهی بهش دادم جوری هستش که باید سازها ها به ترتیب یه حالت دوئت داره یه حالت سوال و جواب دارن با هم دیگه یعنی اگه گیتار یک چیزی رو میزنه یک گفتاری رو یک ملودی رو داره جواب اون ملودی رو ممکنه ستار بزنه یا فلوت بزنه یا دودوک بزنه یا هر سازی که دیگه استفاده میکنی یعنی این به صورت هماهنگ با هم نیستن خیلی جداگونه و سوال و جوابی خواهد بود بیشتر شما تجربیات ارزنده در این زمینه داری هم با موسیقی ایرانی آشنا هستی هم با موسیقی غربی الان در انگلیس زندگی میکنی به نظرت این سازهای ایرانی که کلاسیک قدیمیه چقدر پتانسیل استفاده در موسیقی مدرن و امروزی رو داره این تجربه تلفیقی برای شما موفق بوده بسیار بسیار بهنوجان تاثیر داره و موفقم خواهد بود فقط بستگی داره که به چه شکلی استفاده بکنن من فکر میکنم اگه بر فرض اگه نی با یک ساز با یک موزیک غربی اصلا قاطی بشه بسیار زیبا میشه بعضی از دوستان و هنرمندان ما چه داخل ایران چه خارج از ایران این کار رو انجام دادم من خودم سیدیی رو گوش کردم که تار بود کار بسیار زیبا بود و یک موزیکی که اصلا من فکر میکنم اگه به شما بگم فکر نمیکنم قبول بکنید که مثلا موزیک ترنس ساز اصلیش مثلا ستار بوده و این موزیک بسیار زیبا بود و من وقتی شنیدم بسیار خوشم اومد و دیدم که بله میشه این موسیقی ها رو تلفیق کرد با موزیک مدرن حتی اروپا حتی با راک حتی با خیلی از استایلا حتی با جاز با جاز بسیار زیبا میشه اگه کسی سازش اما کوکای مختلف دارن اینا معمولا ستار و تار اینا باید کوکاش تغییر بکنه یا سنتور مطمئنا باید کوکاش تغییر بکنه و در اون نوت زده بشه که آهنگ ساخته میشه یه مقدار از این نظر مشکلات یعنی محدوده محدود دست و بال آدم بس دست تو این زمینه اما در نهایت میشه کارهای بسیار زیبایی انجام داد شما اولین آلبومت رو در سال 2004 میلادی منتشر کردی بی Brother برادر کمی درباره مجموعه توضیح بده چه تعدادی از کاراتو در بر میگیره و چه احساسی داشتی وقتی اون آلبوم منتشر شد؟ من زمانی که... بله آلبوم تقریبا میشه گفت ده سال داره میشه دیگه که از آلبوم اولم گذشته آلبوم بلاوید Brother دلیلش این بود که خب من... یکی از برادرام هم در جنگ ایران به عراق از دست رفت و این باعث شد که... من اسم این آلبوم اصلا گذاشتم Beloved Brother و آهنگیرم به تو همون آلبوم هست به نام Beloved Brother آهنگ غمگینیه که من وقتی این آهنگو احساس درونی خودم بود و وقتی تو استدیو این آهنگو زب میکردم اه حتی یک بار بیشتر معمولا من یه قطعه توی استودیو دارم زب میکنم شاید بیشتر از هزار بار میزنم به خاطر اینکه اونجوری که دلم میخواد هم حس داشته باشه هم از نظر نوتی مشکلی نداشته باشه از نظر ساوند خوب باشه صدا خوب باشه همه اینا رو من بهش فکر میکنم و کمترین ایراد باید داشته باشه وقتی ضبط میکنم اما اون یه دونه آهنگو زمانی که میزدم کاملا یادم میاد اصلا در دنیای دیگه بودم به استدیو فکر نمیکردم و حتی به زدن هم فکر نمیکردم چشام هم حتی بسته بود و وقتی آهنگ تموم شد کسایی که تو استدیو میکردم من یادم میاد یه آقایی بود و یه خانمی بود اونا هم همراه من اصلا گریه میکردن چون من چشام بسته بود ولی عشق از زیر چشام میرفت به خاطر اون آهنگ اصلا یک دنیای دیگه ای بودم یک حال هوایی دیگه ای داشتم برای همین همون قطعه رو چون یک بار زده بودم نگه داشتم و گفتم غیر از این دیگه نمیتونم کار دیگه ای بکنم نمیخوام چند جور بشه اجازه دادم که همون باشه تو آلبوم که حس خودم بود توش خب اشاره کردی که تقریبا ده سال طول کشیده که اون آلبوم منتشر شده حالا پرسش اینه چرا انقدر زمان طولانی صرف شده شما مشغول چه کارایی بودی؟ چه دلیلی داشته این همه تاخیر؟ من به خاطر که احساس کردم وقتی آلبوم من اومد بیرون احساس کردم که هنوز اون چیزی نیستش که خودم با اینکه قبول شده بود ورژن رکورد یک کمپانی بزرگی که این آلبوم منو قبول کرده بود و باشون قرارداد بسته بودم اما هنوز وقتی مقایسه میکردم با کارهای بزرگ و سیستم ضبط حتی اون موقع ضبط کامپیوتری نداشتیم سال دو دید. یعنی بود ولی من نداشتم و با یک دستگاه های فوق العاده ابتدایی یه مالتی ترکر خیلی کوچیک این کارا رو انجام داد اکثر کاراشم خودم انجام داده بودم برای همین تو این مدتی که طول کشید به خاطر این بود که مشغولیات موزیک زدن مشغول بودم توی با موزیک خودم با گروه های دیگه در اروپا برنامه اجرا می کردیم و حس کردم زمانی باید آلبوم دوممو رو بدم بیرون که حداقل به مراتب بهتر از آلبوم اولم باشه خب اینجا شما این خبر خوبم اعلام کردی که به زودی داره یه آلبومی میاد بیرون راجع به همین آلبوم صحبت کن چه مجموعه از کاراتو در بر میگیره و اصلا چه حالا هوایی داره چطور واسه بیننده توصیفش میکنی؟ آلبوم دوم من الان در حدود سه یا چهار تا از ترکاش کاملا ضبط شده از بده بینو جان من اینم توضیح بدم که من زمانی که احساس کردم که باید آلبوم کلا ضبط بکنم زمانی بود که با موسیقی سنتی ایرانی از طریق دوستام آشنا شدم و یکی از دوستانم جناب آقای سعید حجار این کمک بزرگی رو به من کرد و و این فکر کلا توی ذهن من انداخت که یک کار جدیدی انجام بدیم که اکثرا نکردن یعنی خیلی اگرم کرده باشن خیلی کمه و منو تشویق کرد که ضبط شروع بکنیم و یک گروهی تشکیل بدیم به نام گروه نواهنگ و ما این گروه رو تشکیل دادیم از موزیسین بسیار بسیار خوبی هستن توش و خیلی حرفه‌ای و پروفشنال کار کردن همشون برای خودشون صاحب سبک هستن و نامدار هستند اونجا ما تصمیم گرفتیم آلبوم جدید رو شروع کنیم به ضبط و این آلبوم تلفیقی از موسیقی کاملا اسپانیایی و سنتی ایرانی امیدوارم که تمام دوستانی که میشنون این آلبوم مورد پسندشون بشه و رضایتشون رو جلب بکنه برای من جالب بیشتر کارهای شما بدون کلام هست یعنی موسیقی بدون کلام نمیشه گفت ترانه آهنگ از نظر یه هنرمند چگونه میتونه یه همچین کاری با مخاطب رابطه برقرار کنه؟ چگونه احساس شما رو بیان میکنه؟ بینو جان من کاری رو که انجام میدم ببین جامعه ما تو ایران جوری هستش که خب اونا موزیکای خودشون رو دارن میزنن و ما هم گوش میکنیم به همین طریق برعکسش هم هست که موسیقی حتی لس آنجلس یا اروپا وارد ایران میشه و هماهنگی با هم دارن همه همه دارن کار میکنن و رابطه خوبی هم بین خارج از که ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور هست من با خیلی از ایرانیا در ای داخل ایران کار میکنم و همینطور خارج از ایران اما موسیقی که الان مورد بحث من هست موسیقی یعنی موزیک اینسترومنتال یا همون موزیک بدون کلامی که شما فرمودین این موسیقی جایگاه خاصی میتونه داشته باشه در کل جهان یعنی اگه موسیقی منو اگه یک ژاپنی بشنوه حسش میکنه چرا برای اینکه من روش نخوندم چون فارسی چیزی نمیدونه اما احساس خودم وقتی بتونم با اون ساز خودم بیان بکنم اینو به هر زبونی به هر نجادی یا هر کشوری اونو میتونه بپذیره و میتونه گوش بکنه یه نتیجه گیری بکنه من بیشتر اینو دوست داشتم که همیشه در جامعه بین المللی بتونم خودم رو برسونم و بتونم اونجا اسم برای خودم داشته باشم کار بسیار مشکلیه بسیار سختیه اما همیشه سعیم بوده و سعیم هم خواهم کرد اگرم برحال نتونستم هیچ مشکل نره برحال اون چیزی که دوست داشتم انجام بدم نشه زیاد اذیتم نمیکنه روم تاثیر نمیذاره اما به حال سعی خودم رو میکنم که کاری انجام بدم تهیه و تولید آلبوم چگونه تجربه یه؟ چقدر سخت واقعا منتشر کردن آلبوم و کار تازه شما این آلبوم جدید از چه طریقی توضیح میشه چطور با مخاطب رابطه برقرار میکنید من بینو من استدیو خودم رو درست کردم استدیو یه استدیویی دارم که اکثر دوستانی هم که میخوان بیان اونجا صداشون رو ضبط بکنن یا آهنگ بسازن یا حالا صدای سازشون رو بکنن از استدیو من استفاده میکنن در لندن برای من خب خرج زیادی داشت برای درست کردن این استدیو غیر از خرجش علمش بود که باید میدونستم چجوری کار بکنم با دستگاه و باید حتما یه دوره کلاسی رو یاد میگرفتم میرفتم ثبت نام میکردم درسشو میخوندم و میتونستم بشینم اون موقع پای, پای کامپیوتر و زب بکنم غیر از اون خرج سنگینه اگه کسی اگه من میخواستم برم مثلا استدیو کارم اونجا زب بکنم با وجود اینکه خب موزیسیانم،, موزیسیانم با خودم ببرم مسلما خیلی خرج بیشتر از اینا برام در میومد که الان من این استدیو رو برای خودم درست کردم وقت از چه طریق توضیح میشه این آلبوم یعنی شما از شبکه های اجتماعی استفاده میکنی یا اینکه سایت های گوناگونی رو این قضیه فکری داری یا برنامه ای هست بله سی دی منو یک کمپانی هست به نام سی بیبی در امریکاست در پورتلند اون سی دی منو به تمام بازار جهانی عرضه میکنه یعنی اون سایت های مثل نپستر مثل آیتون مثل آمازون این سایت ها پخش میشه و از سایت های دیگه که خب به هر حال من چند وقت پیش داشتم سرچ میکردم که ببینم چه سایت های آلبوم داره فروخته میشه خیلی سایت بود شاید بیشتر از 300 400 تا بود که هم ام فروخته میشد هم خود سی دی اما که من نمیدونستم اصلا این سایت ها از چه جوری به وجود اومدن یا من باشون هیچ تماسی نداشتم ولی خود کمپانی سی دی بیبی بی 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 با اینا یه قراردادی داره و باشون کار میکنه چقدر این شبکه های اجتماعی و همین سایت‌های اینترنتی کمک میکنه به هنرمندهایی مثل شما که بتونن توی این مارکت فعال باشن آیا از نظر اقتصادی مغروم به صرفه هست چه تجربه بستگی داره بستگی داره به اینکه چقدر اون کار طرفدار میتونه پیدا بکنه بعضی وقتا من من شاید تو آلبومم وقتی سرچ میکنم روی لاین خودم میبینم که مثلا یکی از آهنگام خیلی فروشش بیشتر از اونای دیگه است شاید یک کدومش اصلا مثلا کمترینش مثلا باشه جزو کمترینا باشه و یکیش بیشترین خودم وقتی مقیاس رو میگیرم متوجه میشم که مردم چه سبکی رو دوست دارن و باید فالو چه سبکی بکنم اما سایت ها خوب هستن الان دیگه مثل قدیم نیست کمپانی هایی که خب لیبل میکردن میدادن بیرون و فقط از طریق اونا بود دیگه ما اون مشکلات رو نداریم الان خیلی راحت میتونیم از طریق اینترنت حتی سایتی روی یوتیوب خیلی راحت موزیکو گذاشتن برای فروشش من زیاد نمیتونم حرفی بزنم به خاطر اینکه کلن فروش کارهای ایرانیا و کارهایی که به این شکل انجام میشه زی... یه نحوه به خصوصی داره یعنی یه لول به خصوصی داره مگه اینکه آدم سرشناس باشی و خواننده سرشناس باشی یا خیلی مردم بشناسن اون موقع یه هنگی اگه در بیاد حتی امپریتریش در روز ممکنه میلیون هم فروش بره ولی برای کارهای ما متاسفانه اون جوری که باید باشه نیست خب تا حالا درباره فعالیت های بین تو صحبت کردیم با توجه به زمانی که هست میخوام بریم به جنبه دیگری بپردازیم شما مدتی هست فعالیت رو در موسیقی ایرانی هم جدی تر کردی و خودت میای و میخونی ترانه از هست به زبان فارسی اجرا میکنه در این باره صحبت کن چه انگیزه ای داشتی چرا رفتی به این سمت بینو جان من خودم اولا خواننده نمیدونم به خاطر اینکه من حس میکنم که کسی که میخواد بره خواننده بشه باید صدای یونیکی داشته باشه به نظر من غیر از اون وقت صرف وقت تلف کردنه کسی که بخواد بره یک آهنگی رو بخونه و بخواد اسم و رسمی کنه باید صدای خوبی داشته باشه این یک امر مشخصیه تو این کار یعنی باید صدا داشته باشه به نظر من باید قیافه شو داشته باشه چیزی که الان بازار متاسفانه متاسفانه بازار جهانی روی این خیلی تاکید داره اما چیزی که از وجود داره به هر حال نمیتونیم هم انکار بکنیم باید قیافه باشه باید اکت باشه باید صدای خوب باشه و آهنگ خوب من خودم رو خواننده نمیدونم کارهایی هم که انجام دادم فقط یکی دو تا به خاطر دل خودم بوده و دوستان ای از من درخواست کرده بودن که تو چرا نمیخونی چرا خودت مثلا آهنگسازی چرا امکاناتشو داری چرا هیچ وقت نمیای یه کاری رو درست بکنی و فقط کارهای خودت رو شروع کنی بخوندن اما من راستشو بخوای به جان من با موزیک زدن خیلی بیشتر لذت میبرم و ارضا میشم تا اینکه بخوام برم یک خواننده بشم درسته خب گفتی که چند تا کاری هست که برای دل خودت خوندی میخوام یه مقدار بیشتر در این باره صحبت کنی چه شعری بوده چه ترانه‌ای بوده و چرا رفتی اون رو اجرا کنی؟ چه حالی برات داشته؟ من کلا شعر برام حرف اول میزنه توی موزیک یعنی اگه با شعر رابطه برقرار نکنم حتی ممکنه نتونم یه ملودی هم براش بسازم شعر خیلی مهمه که باید معنی شعر به دلم بشینه باید اون رابطه حسی رو با شعر برقرار بکنم خودم و بتونم ملودی بسازم شعر این آهنگی که اجرا کردم تعداد خیلی محدودی بوده. آهنگ اولی که اجرا کردم مال خانم پریسا زرشناسه در لس آنجلس شعر فوق العاده زیبایی یک روز من این شعر رو در سایتش دیدم و خیلی خوشم اومد خیلی ریتمیک بود ازش درخواست کردم و گفتم اگه من بخوام این آهنگ آهنگی برای ملودی روی این شعر شما بذارم و اجرا کنم از نظر شما اشکال نداره و دیدم خیلی مشتاقانه گفت نه خیلی هم خوشحال میشیم و من برای همین این شعر رو اجرا کردم آهنگش رو درست کردم و اجرا کردم و آهنگ‌های دیگه هم به همین ترتیب اما زیاد علاقه من نیستم به خوانندگی میگم خاننده باید یک صدای یونیک داشته باشه که من تو خودم <تصفح> حس میکنم ندارم این صدا رو پس اگه من بخوام شما رو معرفی کنم برای که روشن بشه نگم فرهاد زمانی خواننده بگم نوازنده و آهنگساز درسته من اینجوری بیشتر ترجیح میدم به جان <applause> بسیار عمالی خب انتخابش با شما هست به هر حال ما که خوشحال میشیم به جنبه های مختلف کار هنرمندا بپردازیم من چون گفتی ترجیح نوازندگی و آهنگسازی هست میخوام بیشتر در این باره صحبت کنیم کارهای مختلفی با هنرمندا انجام دادی کمی به این مسئله بپردازیم که در چه زمینه های همکاری داریم و این همکاری چطور صورت میگیره یعنی شما به سراغ اونها میری یا اونها میان سراغت بله من حقیقتش رو بخوای دو سال و نیمه که نزدیک سه ساله سه ساله من به جامعه ایرانی از نظر آهنگسازی و نواختن موزیک توی استدیو رکورد کردن یعنی ضبط کردن شروع کردم با ایرانیا یعنی کسی نمیدونست منو به اوم... همیشه به عنوان یه میوزیشن میدونستن و یه گیتاریست که میوم روی استیج میزنم و خب به این شکل میدونستن ولی نمیدونستن که خب من آهنگسازی هم به هر میکنم وقتی شروع کردم دو تا با یکی از خوانندگان لوکال لندن شروع کردم جناب آقای باران کهن و آلبومی رو با همدیگه شروع کردیم و تصمیم گرفتیم اما نه برای فروش نه حتی برای که بخوایم به بازار بدیم اما Uh, چون صدای خیلی خوبی داشت و من همیشه تشویقش میکردم که حتما بیا یه کاری انجام بدیم ما از اونجا شروع کردیم و چند نمونه از کارهای من و خود بارانو با هم دیگه مشترک بود uh, روی سایت گذاشتیم و همون اون باعث شد که خیلی از دوستان و هنرمندان با ما با من تماس بگیرن برای هم شروع همکاری uh, بعد از اون با خواننده های دیگه بود که شروع کردم به کار و کارهای آهنگسازی رو وقتی انجام دادیم گذاشتیم روی سایت ها مثل رادیو جوان بود مثل نوا، سایت نواهنگ مردم که اینا رو میبینن مسلما خب به حال اونایی که سلیقه‌شون یه مقدار نزدیک به سلیقه موزیکی من هست اونا میان با من تماس میگیرن یا خود من شخصا با خواننده هایی که خودم دوست دارم صداشونو رابطه برقرار میکنم یا اونایی که میشناسم براشون ایمیل میدم میگم دوست ای اعلان همکاری باشون به حال دو جانبه است یعنی هم من میکنم هم اونا با من در تماس هستن مخایا سلیقه یا میار خاصی داری حالا گذشته از اون صدایی که الان بهش اشاره کردی ولی به چه نکاتی توجه میکنی در همکاری با هنرمند اگه ملودی از من باشه یعنی ملودی من باشه و تنظیم من باشه مسلما ترجیح میدم که اون شخصیت درونی که میخوام برای موزیک بذارم مال خودم باشه یعنی دخالتی توش نباشه ولی اگه ملودی با متعلق به کس دیگه ای باشه و من بخوام تنظیمش کنم مسلما اونم با شراکت و صحبت کردن در مورد اون به راه حلی رسیدن که به حال کار مشترکه دیگه باید هر دو راضی باشیم هم طرف مقابل هم من و میشه اشاره ای بکنی که در این مدت با چه هنرمندای کار کردی یا هیچ پروژه و برنامه جدیدی هست که ازت منتشر بشه بله من یکی دو تا از کارهایی که الان خانم آینه هست قرار شد یک کار مشترک با هم داشته باشیم خانم هلن هست که هنوز کارشو نصف نیمه کاره شروع کردم و باید تموم بشه خانم فتانه هست و بسیاری از دوستای دیگه آقای سعید حجار هست که آلبومشو که من فکر میکنم تمام کاراش با من بوده شعرهای زیبایی رو ما تونستیم پیدا بکنیم شعر آهنگ اولش از سخراب سپهریه شعر که خیلی سخت بود برای این شعر آهنگ درست کردن و تنظیم کردن برای اینکه دست روی نقطه خیلی حساسی گذاشتیم سهراب سپری برای همه ما شناخته شده است و کوچکترین اشکالی میتونه ما رو به خیلی جاهای باریک بکشونه و امیدوارم که وقتی این آهنگ فکر میکنم تا دو هفته، سه هفته دیگه ویدیوشم آماده میشه امیدوارم وقتی مردم میپسندن و گوش میدن، بپسندن، ببخشید وقتی این آهنگ گوش میکنن بپسندن و مورد رضایتشون باشه که ما تشویق بیشتر بشیم و کارای تو این سبک رو بیشتر ادامه بدیم دیگه از بقیه دوستان هستن از آقای جیرار بود که جیرار یکی از خاننده خوب خود لندن هست یه آهنگ رو براش تنظیم کرده بودن که بسیار اون آهنگ گرفت و اکثران مردم خیلی دوست داشتن وقتی این آهنگ رو سایت ها اومد. در همین حد خب بعضی از این هنرمندایی که شما اسپوردی خب در کشورهای دیگه ای هستن آمریکا لس آنجلس یا شهرهای متفاوت یعنی فاصله خیلی زیاده قدیم همه باید نزدیک بودن کنار هم و همفکری و مشورت داشتن ولی الان چگونه این کار انجام میشه شما چطور با هم در تماسین الان بنو جان خیلی راحت تره ما هیچ مشکلی نداریم از نظر کاری به خاطر اینکه اولا از نظر تلفنی که هیچ مشکلی نیست سایت های زیاد ببخشید خط خیلی زیادی هستش که میتونیم با هم دیگه حتی مجانی صحبت کنیم مثل وایبر مثل واتساپ مثل خ... خیلی خط دیگه مکالمه مون که مشکلی نداریم فقط مشکل مشکل زبطیه که اکثرا وقتی کار تموم میشه یا یه ملودی هست از طریق ایمیل یا فیسبوک یا حالا هر طریقی که راحت ما موزیک رو میفرستیم خواننده گوش میکنه و به همون شکل اونجا در اون کشوری که هست صداش ضبط میکنه و برای ما به همون طریق میفرسته و من توی لندن میکس و مستر یا بقیه کارش رو انجام میدم با هنرمندا که صحبت میکنم من خیلی اشاره میکنم که همکاری های تازه با بچه های داخل ایران هم دارن حالا در زمینه آهنگسازی تنظیم و یا حتی ترانه این موضوع تأثیری رو کار شما گذاشته یعنی آیا رقابتی داریم با هم شما بازار اونورا رو چطور میبینیم رقابت که بیشتر رقابت که نمیتونه باشه ولی بیشتر مرحله دوستانه داره تا اونجایی که من باشون سر کار دارم خیلی دوستانه و خیلی صمیمیه با ایران هم فکر نمی کنم مشکلی داشته باشیم ما از نظر کاری چون خود من دارم با الان با بچهای ایران کار میکنم و کسی مثلا دوست داشت صدای ساز من گیتار من باشه روی سازش من صدا رو ضبط میفرستدم می میفرستادم یا هم به همون طریق اما به هر حال خواننده ها خودشون تشخیص میدن که با چه کسی کار بکنن و با کی دلشون بخواد ساز بزنن با کی بخوان رابطه برقرار کنن برای تنظیم یک آهنگ و شعر از کی بگیرن این اینا آزادن هیچ کسی نمیتونه بگه که چرا مثلا شما دارین با این با ایران کار میکنید یا خارج از ایران کار میکنید نه این حرفا اصلا نیست باید خیلی جنبه دوستانه تری و بهتری داشته باشه به نظر من در پایان این گفتگو اگه مطلب خاصی هست که میخوای بهش اشاره کنی یا برنامه‌ای داری که میخوای راجع بهش حرف بزنی خوشحال میشیم گوش کنیم دلم میخواد به جوانای ایران بگم که بیشتر سعی نکنن کپی بکنن این چیزی بوده که همیشه من دارم میبینم روی سایت ها وقتی نگاه میکنم میبینم که جوانای ما خیلی کارا رو از همدیگه دارن کپی میکنن یعنی یه آهنگ خیلی ساده مثال بزنم اگه یه آهنگ شیشه میاد بیسش مثلا یه ذره مدرن سعی میکنن نفر بعدی هم سعی میکنه همون استایل درست بکنه یا مثلا یه آهنگ تکنو تکنو ما ریتم های زیادی داریم تو دنیا که میشه ازش استفاده کرد من یادم میاد زنده یاد ویگن خیلی ریتم های متفاوت استفاده میکرد ریتم‌های بولرو، بیگوین، سامبا، مامبو یا خیلی 8 بیت 5 خیلی ریتمایی که میشد تنوع زیادی داشته باشیم الان موزیک ما توی ایران چند نمونه بیشتر نیست چهار پنج نمونه بیشتر از این فراتر نمیره خیلی کم خیلی, نا... خیلی کوچولو بهش یه دست میزنن و میان بیرون اون هم یه ریتم ترنسه یه ریتم تکنوه یه 6 و و یک دوچاره That's it. همین همینی که داریم زیاد نمیچرخند دلم میخواد جوان ها یه ذره بیشتر روی ریتم های دیگه تکیه بکنند و کارهای دیگه انجام بدن که موزیک ما حداقل برای دنیا یه مقدار بیشتر باز بشه بهشون ثابت کنید که ما هم میتونیم همونجوری که قبلا هم ثابت کردیم همین. فرهاد زمانی از شرکت در برنامه شباهنگ سپاسگزارم برای دارجو موفقیت میکنم در ادامه پروژه هایی که در پیش داری خیلی ممنون متشکرم از اینکه منو دعوت کردی به برنامه بهنود جان و همینطور تمام در کاران صدای آمریکا در اونجا منم از شما سپاسگزارم که این وقت رو به من دادین و تونستم که مهمون شما باشم تشکر میکنم مرسی از فرهاد زمانی در شهر لندن خدا نگهدار